کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. روزگاران ایران جلد دوم. نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، محقق، مورخ و ادیب عالی قدر که در زمینه‌های تاریخی و ادبی پژوهش‌های ارزشمند بسیاری از ایشان به جای مانده است. در این مجلد از پایان سلسله ساسانیان، هجوم اعراب به ایران، پیدایش اسلام در ایران زمین تا پایان دودمان تیموریان سخن به میان آورده شده است. که با نام ابو مسلم و با یاد و خاطره او همراه بود، انبوه قابل ملاحظه ای از عناصر نژادی و فرهنگی آن نواحی از حدود مرو تا بخارا و نخشب به وی ملحق شد و کار او قوتی تمام یافت. وی که چند سالی قبل از این قیام نیز در نواحی مرو داعیه پیغمبری اظهار کرده بود، حدود 141 این بار در حوالی کش و نخشب دعوی خود را تجدید کرد. 159 و اکثر طبقات ناراضی را که آماده قیام بر ضد خلافت بودند برای اعلام شورش تشخیص کرد و چون شورش وی بر ضد عباسیان بود، یاران وی به جهت مخالفتی که در مقابل شعار آن خاندان اعلام کردند سپید جامگان خوانده شدند، چنانکه از یک نسل پیش هم مخالفان عباسیان در خراسان به همین نام خوانده می شدند. جزئیات احوال المغنا مثل نام و نسب و سابقه حال او در طی روایات بازمانده از آن عهد که غالبا هم از مآخذ مخالف مأخوذ است، افسانه آمیز، آکنده از ابهام و تناقض و سرشار از لحن خصمانه و اهانت آمیز است، ولاجرم بر آنها نمیتوان اعتماد کرد. در خروج او در 157 که ظاهراً در آغاز با دعوی پیغمبری و با شعار خونخواهی ابو مسلم برپا شد، مثل هر شورش انقلابی مشابه از همان آغاز شعارهای تند داده شد و نهضت با قتل و غارت و رهزنی و آزار مخالفان همراه بود. ماجرا از مرو، تختگاه قدیم فرمانروایی ابو مسلم آغاز شد و چند بار هم در همان نواحی دسته‌هایی از سپاه خلیفه المهدی عباسی را به هزیمت واداشت.
اما چون در مرو از عهده یک مقابله جدی با سپاه خلیفه برنیامد، به آن سوی آمویه رفت و در نواحی شرقی سغد و بخارا، حوالی کش و نخشب، قلعه های کوهستانی واقع در دره زرافشان را پناهگاه یاران و مرکز نشر و تبلیغ دعوت خیش ساخت. 159 هجری آنجا هم قلعه‌ای به نام سنام را محل استقرار نیروهای خیش کرد. ماه نخشب که او اختراع کرد و طلوع غروب آن در حوالی همان قلعه که بنابر مشهور از درون یک چاه آب بیرون می آمد و بالا می گرفت و در همان چاه ناپدید می شد، ظاهراً در نزد روستاییان و محترفه نواحی همچون معجزه‌ای در تأیید دعاوی او تلقی می گشت. و چنان می نماید که قدیمترین تجربه های مربوط به ساختن ماهواره های فضاپیما را باید با خاطره این حکیم نقابدار مرتبط ساخت. خواسته که او آنگونه که در روایات احوالش آمده است با مبادی علم میرنجات و کیمیا هم آشنایی داشت. به هر حال خروج او پیروانش را به شدت به هیجان آورد و نواحی مجاور را دچار نارامی ساخت. شورش یارانش با غارت روستاهایی که در مقابل آیین وی مقاومت کردند گسترش یافت و در آن حوالی به کشتار مسلمین و ویرانی بعضی مساجد نیز انجامید. در اطراف بخارا قریه‌هایی چون نرشخ و نمجکت از تاخت و تاز شورشیان آسیب دید و با این حال در خود بخارا آنگونه که از روایت بلعمی مورخ برمی‌آید کسانی نیز هواخواه شورشیان بودند. در سمرقند تعدادی از ترکان که به این نهضت پیوسته بودند در مقابل اعراب خلیفه به شدت پایداری کردند. حتی خاقان ترک هم که آشوب ماوراءالنهر را موجب تحکیم قدرت خود می‌یافت، عده‌ای از سپاه خود را به یاری مقنع فرستاد. خلیفه عباسی المهدی پسر منصور که بعد از وی به خلافت رسیده بود، سردار خود ابو عون عبدالملک را به دفع این شورش فرستاد. 160 سرکرده عرب با مقنع جنگ کرد اما بر وی دست نیافت و شورش سپید جامگان همچنان در ماوراءالنهر دوام یافت. چون عمال خلیفه از عهده دفع او بر نیامدند، خلیفه خود را ناچار دید برای دفع وی به اقدامات شخصی و جدی دست بزند. در جریان شورش زد و خوردهای محلی بین طرفین مکرر و طولانی شد و تمام ماوراءالنهر و قسمتی از خراسان را به شدت معروض ناامنی ساخت. بالاخره معاذ بن مسلم والی جدید خراسان به امر مهدی برای دفع مقنع دست به یک لشکرکشی تازه زد. 161 و کوشید تا با وعده های دروغ یاران مقنع را از گرد وی بپراکند. اما به رغم برخوردهای مکرر و تلاش های ناموفق او که 2 سال هم طول کشید، شورش مقنع همچنان در ماوراءالنهر بی تزلزل ماند و دفع آن برای معاذ بن مسلم ممکن نشد. بالاخره مسیب ابن زهیر والی جدید که به امر خلیفه به دفع او گسیل گشت، در دنبال زد و خوردهای طولانی که بیش از 4 سال ادامه یافت توانست نیروی وی را مقهور و خود او را وادار به تسلیم سازد. حدود 166 بدین گونه قلعه سنام که پایگاه مقاومت مقنع بود به دست سپاه خلیفه افتاد. قلعگیانش مقتول یا اسیر شدند، خودش هم ناپدید شد و به قولی ناگزیر به خودکشی گشت. به روایتی خود را در تنوری تافته به آتش انداخت. بدین گونه شورش مقنع پایان یافت و خود او به طور مرموزی ناپدید شد، اما خاطره او باقی ماند. اخبار او هم موضوع کتابی شد که بیرونی بعدها آن را به عربی نقل کرد و اکنون نشانی از آن پیدا نیست. با این حال آیین او در بین بعضی روستاییان ماوراءالنهر تا سالها بعد باقی ماند و تا مدتها بعد بقایای سپید جامگان در این نواحی مدعی بودند که او سرانجام یک روز باز خواهد گشت و رسم و آیین تازه‌ای در جهان برقرار خواهد ساخت. در بین آنچه بقایای سپید جامگان را به خاطره او همچنان علاقمند نگه داشت، پاره عقاید و تعالیم خرمدینان خراسان بود که در عهد ابو مسلم و دوران نشر دعوت به وسیله خداش نام از داعیان خراسان نشر شده بود و از همان ایام در ماوراءالنهر در بین بعضی روستاییان نفوذ و قبول قابل ملاحظه یافته بود. این آیین به طور مخفی تا عهد مغول در خراسان دوام یافت،
اما مقارن همین عهد در آذربایجان و تبرستان هم هواخواهانی جدی داشت و به جنبش بابک مازیار منجر گشت که نهضت خرمدینان و نهضت سرخ جامگان خوانده شد و با قدرت خلفا به چالش برخاست. قیام های دیگر که در همان ایام و از مدت ها قبل از آن در خراسان و ماوراءالنهر بر ضد خلافت عباسی روی می داد و در اکثر آنها موالی ایرانی نیز مثل اعراب شرکت داشتند، غالبا به وسیله خوارج رهبری می شد و والی خراسان و خلیفه بغداد هر دو را به شدت نگران می داشت. این که از اعراب خراسان خراج‌های سخت و گران برای زمین‌های مزروع اما غالباً کم آب و بی‌حاصل ایشان اخذ می‌شد و اعراب بغداد در دربار خلیفه و در مناسب اداری و حکومتی خیش از حاصل این گونه خراج‌ها زندگی مرفه و پرتجمل و آکنده از ویخت و پاش‌های هوسکارانه داشتند، این اعراب سخت کوش مهاجر و از وطن دور افتاده را به خشم و خروش با می‌داشت و به خروج و قیام می‌کشند. بار این خراج برای اعراب خراسان چندان سنگین بود که یک بار والی ولایت فضل ابن سلیمان خود را ناچار دید به قول مؤلف زین الاخبار خراج آن مهتران را سبکتر کند، اما این مایه استمالت هم در رفع ناخرسندی های قوم که در قلب ها ریشه های قوی یافته بود تأثیر نکرد. در میان خوارج سیستان با استفاده از این ناخرسندی ها خراسان را بارها دچار اختشاش کردند و آرامش خلفا را در شهر 1001 شب به شدت به هم زدند. از جمله حسین خارجی در محلی به نام اوق از شهرهای سیستان قیام کرد. خلافت بغداد را فاقد اعتبار شرعی خواند، از مردم جداگانی جزیه و خراج مطالبه کرد و پوشنگ و هرات را به تصرف درآورد. قطریف ابن عطا والی خراسان که برادر خیزران و دایی هارون الرشید بود با صرف مال فراوان و ارسال سپاه بسیار سرانجام به دفع او توفیق یافت. 177. اما هارون پنجمین خلیفه عباسی و قهرمان داستانهای 1001 شب چندی بعد در خراسان مواجه با قیام حمزه خارجی، حمزت ابن آزرک سجزی شد که سالهای آخر خلافت او را به شدت بی آرام و نائمه استاخت. حدود 180. این قیام که یک محرک عمده آن اجحاف و تعدی علی ابن عیسی ابن ماهان والی خراسان در اخذ و مصادره اموال و املاک رعایا بود، سالها موجب ویرانی، ناامنی و کشتار در تمام خراسان شد و چنان آشوبی در خراسان پدید آورد که هارون را به دفع آن به خراسان آورد و بعدها اندیشه دخالت مستقیم و بی‌واسطه بغداد را در آنچه به اداره این ولایت دورافتاده مربوط می‌شد از خاطر خلیفه و اخلاف او زدود. مقارن همین ایام دو نهضت بزرگ ضد عربی و ضد عباسی در پی هم در آذربایجان و سپس در تبرستان شکل گرفت که مثل آشوب‌های خراسان و ماوراءالنهر مدت‌ها مایه دلنگرانی دو خلیفه مألوف عباسی گشت. نهضت خرمدینان در آذربایجان و نهضت سرخ جامگان در تبرستان که به ترتیب مأمون هفتمین خلیفه و معتصم هشتمین خلیفه عباسی با آنها درگیر شدند. جنبش خرمدینان در تاریخ ایران غالباً با نام بابک خرمدین همراه است، در صورتی که قبل از وی جاویدان ابن سهل با سعی و اهتمام بسیار آن را از صورت یک شاخه از آیین مزدکی به صورت یک حرکت مقاومت ضد عربی و ضد خلافت درآورده بود. بابک هم رهبری نهضت را از او به میراث یافته بود، اما اصل آیین که در ایام رهبری جاویدان و بابک در آذربایجان و سرزمین‌های کوهستانی ولایات جبال به شدت در میان روستاییان نواحی و پیشوران شهری تبلیغ می‌شد، در خراسان لااقل از آغاز عهد دعوت عباسی هواخواهانی در بیر پیروان ابو مسلم داشت و خداش دعوتگر عباسی هم در تبلیغ بعضی عقاید و آدابانها در آن ولایت سعی ورزیده بود و آنچه بعدها به نام نهضت سپید جامگان در نواحی مرو و کش و بخارا روی داده بود، در تعلیم اسحاق ترک و در تعلیم مقنع از عناصر این آیین خالی نبود. آیین خرمی خرمدینی از اوایل فتوح اسلامی به عنوان میراث مزدک
اما به شکل روستایی پسند آن که شامل اباحه محرمات و جایز شمردن کشتار و رهزنی و غارت طوایف مخالف بود، در بین اخلاف طبقات فرودینی که بقایای پیروان قدیم مزدک بودند همچنان رایج و مقبول بود. این آیین نیست همانند آیین مانوی لااقل در شکل ساده و آن پسند خیش در جریان سقوط ساسانیان و از بین رفتن تعصبات رؤساء مزدک اسنان به ضرورت پیدایش عوامل و اسباب تازه در محیط فتوح اسلامی اعراب دوباره مجال ظهور یافته بود. در خراسان خرمدینی با خاطره ابو مسلم ارتباط بیشتر داشت و عده‌ای از خرمدینان در زیر نقاب انواع تشیع از او و از خاندان او با تکریم و تقدیس یاد می‌کردند. آنگونه که از بعضی روایات برمی آید از ابو مسلم فقط یک فرزند باقی ماند که دختری بود فاطمه نام و خرمدینان در آیین نیایش های خیش نام او را تقدیس می کردند. گهگاه نیز با لحنی که شامل نوعی ایهام سیاسی بود به پسر او پسر فاطمه درود می فرستادند. پسری که همچون در موارد مشابه کودکی بینام و نشان بود و ایشان او را کودک دانا می خواندند و برای رهبری خیش به باز آمدنش امید بسته بودند. به احتمال قوی در نزد بعضی دیگر از فرقه های مذهبی و سیاسی آن ایام این اسطوره به صورتهای دیگر مورد استفاده واقع گشت و مایه امید گروه های سیاسی و مذهبی تحت تعقیب و آزار باقی ماند. خرمدینان در آن ایام این کودک را که با اظهار مشتاقی طالب ظاهر شدنش بودند مهدی و فیروز می‌خواندند و با نشر و تبلیغ این اسطوره آمادگی و شوق یاران را برای قیام‌های آینده زنده نگه می‌داشتند. مذهب آنها به حکم ماهیت تعلیم آن که نوعی سیرت لذت محسوب می‌شد بیشتر آیین صلح و دوستی بود. اما وقتی حوادث عصر پیروان آن را برای دفاع از هستی خیش به صورت نوعی حزب سیاسی متشکل کرد، ضرورت حفظ آیین آنها را از خراسان تا ماوراءالنهر و از ولایات قومس و جبال تا آذربایجان و ارمنستان آماده مقاومت کرد. مقاومت مسلحانه‌ای که تعصب و خشونت حکام و عمال عباسی آنها را بدان وادار می‌کرد و در واقع حاصل سختگیری‌هایی بود که مذاهب آنها همه جا با آن مواجه بود. در آذربایجان و ارمنستان و دیلمان و گرگان و حتی ری و اصفهان و همدان و دینور و بخش‌هایی که بعدها به نام طوایف لر منسوب گشت، طی سالها این فرقه صلح جوی آرام لذت دوست و عشرت پرست به خاطر تعدی‌هایی که از جانب همسایگان نسبت به آنها اعمال می‌شد، خود را به اظهار عصیان و مخالفت ناچار دیدند. و طی سالهای 162، 180، 192 در گرگان و اصفهان و نواحی دینور تحت عنوان سرخ علمان بر ضد خلافت عباسی به قیام وادار شدند. بالاخره مقارن اواخر عهد هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی رهبری پرشور و نستوه به نام جاویدان بن سهل، جاویدان بن شهرک در آذربایجان در رأس آنها واقع شد. وی مقاومت پنهانی و احیاناً پراکنده آنها را به شکل یک قیام عام و آشکار درآورد و آنها را از حال صلح جویی و سازش پذیری بیرون آورد. جنگجویان قوم که از تحمل بی تسامحی حکام به جان آمده بودند به زودی از همه جا به او پیوستند، از ماسبزان و همدان و از اصفهان و قوم و کاشان و ری تا اطراف خراسان. نام لور شاهیه، معاخذ لود شاهیه و کرد شاهیه، معاخذ کرد شاهیه که دو فرقه معروف آنها بودند، نقش طوایف کوهنشین و شبانکاری نواحی کرد و لور را در تهیه قیام او نشان می‌دهد. اقدام هارون رشید در رفع آنها منجر به فرونشاندن شورش قوم نشد. مقارن روی کار آمدن مأمون هفتمین خلیفه عباسی رهبری آنها به بابک رسید. بابک ابن مرداس حدود 200 که گویند روستایی زاده ای از نواحی مدائن بود. وی در نزد جاویدان ابن سهل تربیت یافته بود و او که شور و علاقه وی را در نشر آیین خرمی قابل ملاحظه یافته بود، او را به جانشینی خیش برگزیده بود.
اینکه گفتند او یا پدرش در آن نواحی به روغن فروشی اشتغال داشتند قرابت ندارد، چرا که در آن ایام و حتی در عهد ابو مسلم و قبل از آن هم کسانی که فعالیت‌های ضد حکومت می‌کردند غالبا در لباس روستایی، خربنده، پالانگر، روغن فروش، سراج و پیله‌ور بودند و عنوان صاحبان این گونه مشاغل برای ایشان در بین شهرها و روستاها رفت آمد می کردند ضرورت داشت و وسیله استتار هویت بود و خود ابو مسلم و یارانش هم در نزد عامه اهل ولایات به همین گونه پیشه ها منسوب بودند. اختلاف در باب نام و نسب بابک هم که در روایات همه جا آشکار است ناشی از تعصب یا التزام بعضی از راویان اخبار بود که اصرار داشتند وی را به طبقات پست جامعه منسوب دارند یا فاقد نام و نسب مشروع و مقبول نشان دهند تا نهضت وی و یارانش فتنه و آشوب مشتی مردم فروع مایه و عاری از شفقت انسانی به نظر آید. در واقع نهضت ایشان هم تا حد زیادی یک نهضت ضد فئودال و در حقیقت نهضتی بر ضد اعراب صاحب زمین بود که از مدتها پیش اکثر اراضی نواحی آذربایجان و جبال به صورت اقطاع به آنها واگذار شده بود و لاجرم منافع و حیات آنها را به خطر می انداخت. و آنها هم دوست داشتند با اعلام این نکته که شورشگران عده‌ای از مردم سفله و طبقات پست هستند و با غلبه آنها مالکیت و حقوق و مبادی دین به خطر می افتد خلیفه را در دست زدن به یک اقدام فوری در دفع شورش آنها قاطع تر و مصمم تر سازند. قیام بابک که در رأس خرمدینان ناراضی شورشگر و دست از جان شسته بر ضد دستگاه حکومت و برای سرنگون کردن سازمان دیوانی و اجتماعی موجود برخاست برای زمینداران و صاحبان اقطاع که در بهره کشی از رعیت هیچ گونه انصاف و شفقت نمی شناختند به شدت مایه وحشت شد. دسته های روستاییان و شبانکارگان خشمگین و پرخاشگر که طی سالها از پرداخت جزیه و خراج و بیگاری و بهره های سخت و سنگین به سطوح آمده بودند برای آنکه از هر جایی به جمع یاران بابک بپیوندند ناچار شدند در سر راه هر گونه مانعی را از پیش بردارند. لاجرم از کشتن زمینداران، غارت دهقانان بزرگ و حتی از قتل زنان و کودکان آنها خودداری نکردند. آوارگان، ستم دیدگان، راهزنان و کسانی که از زندانهای سخت بیرون آمده بودند نیز همه جا در بین راه با آنها ملحق شدند و با این عناصر ناهمگون در هم آمیخته که نیروی انقلاب از آنها تشکیل می شد، توقیف مخالفان، مصادره اموال، شکنجه کردن و مسله کردن مالکان و صاحبان اقطاع که ناظر به دستیابی بر اموال آنها بود، اجتناب ناپذیر شد. بابک با چنین نیرویی به زودی در تمام آذربایجان موجب وحشت عام شد و وقتی بر قلعه بز بین آذربایجان و نواحی اران در آن سوی ارس دست یافت اکثر مخالفان از بیمانها به مراغه پناه بردند و آنجا متحصن شدند. بابک برای آنکه لشکر خلیفه به یاران وی به آسانی دسترس نیابد شهرها و دیهای اطراف را هم به دست ویرانی سپرد و از آنها جز خرابه های سوخته و ویران چیزی باقی نگذاشت. مقاومت بابک در مقابل سپاه خلیفه طولانی شد و شایعات هول‌انگیز در باب خشونت، قساوت و بی‌بندوباری یاران او در همه اطراف منتشر گشت. خلیفه دفع او را از یحیی ابن معاذ والی ارمنستان به جد خواستار شد. 201 و او در مدت 4 سال چندین بار برای رفع این آشوب لشکر به نواحی تحت اشغال خرمدینان برد و از عهده دفع بابک بر نیامد. خلیفه سردار دیگر خود عیسی ابن محمد را به حکومت آذربایجان و ارمنستان فرستاد. 205 لشکری هم از بغداد به یاری او گسیل کرد اما این لشکر هم از بابک شکست خورد. 206 والی جدید ناچار آذربایجان را رها کرد به ارمنستان عقب نشست و آذربایجان عرصه تاخت و تاز خرمدینان ماند. اختلافات بین سرداران خلیفه در آذربایجان هم یک چند لشکرکشی مجدد به این نواحی را برای مأمون غیر ممکن ساخت. محمد ابن حمید طوسی یک تن از این سرداران طی 2 سال تدارک لشکر و 6 بار جنگ به قلعه بز نزدیک شد.
از کمک متوعه و قاضیان اطراف هم بهره یافت، اما بیشتر لشکرش در رویارویی با رهبر خرمدینان راه گریز پیش گرفت. خود او از پیکار روی بر نتافت، مقاومت کرد و کشته شد. ربیع الاول 214. بالاخره عبدالله ابن طاهر والی خراسان که در آن ایام خودش در دینور بود و برادرش طلحه از جانب او در خراسان امارت داشت، به امر خلیفه مأمور دفع بابک گردید. آذربایجان و ارمنستان هم با ولایت جبال به قلمرو حکومت او افزوده شد. عبدالله یک چند از همان دینور که خود یک کانون پیدایش و جنبش خرمدینان بود، لشکرها به دفع بابک گسیل کرد، اما کاری از پیش نبرد و به علت اغتشاش هایی که در خراسان پیش آمده بود، کارسازی های خود را در دفع بابک متوقف ساخت و به ضرورت وقت به خراسان رفت. سرداران دیگر که از جانب مأمون به دفع بابک گسیل شدند، هم با سپاه بابک درگیری پیدا کردند و هم با یکدیگر به نزاع افتادند، چنانکه خلیفه یک بار خود را به عزل و قتل یک تن از آنها ناچار یافت. 217. شورش خرمدینان از آذربایجان به نواحی اصفهان هم که یک خواستگاه دیرینه این فرقه بود سرایت کرد. در اواخر عهد مأمون، وفات 218، که وی در جنگ با روم، بیزانس، بوزنطیه نیز درگیر بود، از این ناحیه دائم نیروهای تازه‌ای از خرمدینان به آذربایجان و به کمک بابک می‌رفت. از همان ایام که عبدالله طاهر در دینور اقامت داشت، نواحی اصفهان تقریباً به مدت 5 سال عرصه تاخت و تاز خرمدینان بود. سرداران خلیفه هم که به آذربایجان گسیل می‌شدند، خواه به سبب تنگی راه‌های کوهستانی و سختی زمستان‌ها، خواه به جهت همچشمی‌ها و ناسازگاری‌هایی که بین خود آنها وجود داشت، از دفع بابک عاجز ماندند. معتصم المعتصم بالله، هشتمین خلیفه عباسی که بعد از مأمون به خلافت رسید، هم به ضرورت وقت و هم به تأکید و وصیت مأمون، سعی در دفع بابک را بر هر کار دیگر مقدم یافت. اما طول مدت مقاومت در بنز و استمرار تسلط بر راه‌های آذربایجان و ارمنستان در طی یک شورش خونین دراز آهنگ، بابک را در آن نواحی تدریجاً به قدرت بی‌منازع رسانده بود. شاهزادگان محلی و حکام بومی ارمنستان هم قیام وی را بدان سبب که متضمن تخفیف قدرت و کاهش فشار اعراب بر قلمرو آنها می‌شد، با نظر موافق تلقی می‌کردند. بابک حتی با تزویج دختر واساک، شاهزاده ارمنی، با آنها اتحادگونهی برقرار کرده بود. تئوفیلوس امپراتور بیزانس هم که اختشاش این نواحی را مایه ایمنی مرزهای شرقی خیش میافت، بابک را در ادامه مقاومت در برابر خلیفه تشویق میکرد و حتی از کمک به وی دریغ نداشت و بابک نیز یک بار فرستادگانی را برای دریافت کمک بیشتر به بیزانس گسیل کرده بود. این جمله به علاوه شکست‌های مکرر که از جانب خرمدینان بر سپاه خلیفه وارد شده بود، معتصم را از جانب ارمنستان و بیزانس هم نگران می‌داشت. خواسته که تئوفیلوس امپراتور بیزانس یک بار خرمدینانی را که در حوالی همدان و جبال از سردار او اسحاق ابن ابراهیم شکست خورده بودند، در 219 هجری و به مرزهای روم عقب نشینی کرده بودند، در سرزمین خود پناه داده بود و یک بار هم در 223 هجری به تشویق و الزام بابک در قسمتی از مرزهای خلافت عباسی تاخت و تاز کرده بود. بالاخره برای رهایی از تهدید بیزانس هم که بود، معتصم دفع شورش بابک را یک ضرورت فوری و قطعی می‌یافت و ادامه آن را برای حیثیت اسلام و خلافت موجب وحن و شکست می‌دید. بعد از آنکه سرداران عرب وی از جمله اسحاق ابن ابراهیم، طاهر ابن ابراهیم و کسانی چون ابو سعید صقری و محمد ابن البعیث در کشمکش با خرمدینان با وجود حیله‌های بزرگ و پیروزی‌های کوچک توفیق بایسته‌ای حاصل نکردند، خلیفه ناچار سردار ایرانی نژاد و نامسلمان خیش خیزر ابن کابوس را که از اشروسنه در سرزمین حیاتله برخواسته بود، با اختیارات بسیار و با لشکر انبوه و سازوبرگ کامل به دفع او روانه کرد. با وعده‌های دلنواز و با فرمان حکومت هر جا که در جنگ به تصرف تواند آورد. 221.
افشین با لشکر خود راه آذربایجان را از دشمن پاک کرد و تا نواحی اردبیل پیش رفت. دیه برزند را در آن حوالی لشکرگاه خیس ساخت و قلعه های آن نواحی را که بابک ویران کرده بود از نو ساخت. در هر قلعه هم سرکرده ای از یاران خود را با دسته ای از جنگجویان کارآزموده برگماشت. هر گونه فنون جنگی و هر گونه تدبیرهای سیاسی را هم برای دستیابی به قلعه بز و سایر پایگاه‌های دشمن به کار برد. با این حال 3 سال طول کشید تا او توانست جاده‌های اطراف بز را تحت نظارت آورد و بر قلعه‌های آن نواحی دست یابد. از آن پس بود که با تشبث به انواع حیله‌ها و با دست زدن به جاسوسی و تفرقه انگیزی ستاد خود را در مقابل قلعه بز با 6 میل فاصله برپا کند. بدین گونه افشین قلعه بابک را بعد از سالها مقاومت به محاصره درآورد. در جنگ هایی که روی داد بارها از سپاه فریقین عده‌ای کشته یا اسیر شدند و با وجود تنگی محاصره خرمدینان حاضر به تسلیم نبودند. افشین از روی خدعه با بابک از در دوستی درآمد و با او به مبادله نامه و پیام پرداخت. بالاخره با اظهار دوستی و با وعده هایی که برای همکاری در نشر و حفظ آیین کهن کرد موفق شد بابک را به ترک قلعه وادارد و بدین گونه جانش را حفظ کند. بعد هم قلعه را گرفت در رمضان 224. بابک به امید یاری به ارمنستان گریخت، اما شاهزاده ارمنستان سهل ابن سنبات که وی را پناه داده بود به الزام و اصرار فرستادگان خلیفه وی را فرو گرفت و تسلیم دشمنان کرد که او را به سامر را تختگاه خلیفه در نزدیک بغداد فرستادند و آنجا با خاری و بیدادی بسیار کشتند. سفر 225. افشین هم به خاطر این فتح مورد تحسین و نواخت خلیفه واقع شد. شاعران عرب او را به خاطر این فتح ستودند. اما چندی بعد در همان ایام در جریان قیام مازیار در تبرستان و فرونشاندن آن خود وی متهم به دوستی و همکاری با مازیار شد. حتی اتهام سوء قصد نسبت به خلیفه بر او وارد آمد. پس توقیف و محکوم و اعدام شد و از پیروزی که عاید خلیفه کرد بهره‌ای حاصل نمود. شورش مازیار که فرونشاندنش موجب کشف توطئه افشین با این شورشگر تبرستان شد، در واقع مقارن پایان عهد بابک در گرفت. مازیار ابن قارن شاهزاده تبرستان هرچند حکومت قسمتی از جبال آن ولایت را از جانب خلیفه دریافت داشته بود، به بهانه مخالفت با طاهریان خراسان بر ضد خلیفه اعلام سرکشی کرد. 224. وی در عهد مأمون به بغداد رفته بود، به آیین مسلمانی گرویده بود و نام خود را به اشارت مأمون از مازیار به محمد گردانیده بود. ولایت تبرستان را هم از جانب مأمون و به عنوان یک حکمران مسلمان دریافت داشته بود و پرداخت خراج و جزیه آن نواحی را هم برگردن گرفته بود. شورش او نسبت به خلیفه هم با وجود چنین سابقه مبنایی نداشت و ظاهراً آنگونه که بعد از جستجو از افشین معلوم گشت، از تحریک افشین و از ناخرسندی خود وی از پرداخت خراج به طاهریان ناشی می‌شد. در واقع افشین به خاطر محبوبیتی که بعد از پیروزی بر بابک در نزد خلیفه یافته بود، به حکومت خراسان، قلمرو حکومت طاهریان که ولایت اشروسن سرزمین فرمان روایی پدران بیمیز بدان بابسته بود، تمر کرده بود و میخواست به هر نحوی ممکن میشد طاهریان را از خلیفه دور کند و با جلب توجه خلیفه حکومت خراسان را برای خیش به دست آورد. و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمانید. تبرستان قسمتی از قلمرو حکومت طاهریان است و او ناچار میبایست مال خراج خود را معلوم